جرمی هانت وزیر خارجه انگلستان در پارلمان این کشور گفت یک ناوگان حفاظتی تحت فرماندهی اروپایی تشکیل خواهد شد که تردد آزادانه کشتیها از تنگه هرمز را تضمین کند به افسود دولت بریتانیا ناو ضربتی HMS دانکن را به جای مونتروز به خلیج فارس اعزام کرده که در تاریخ 29 ژوئیه به فاصله یک هفته در آنجا خواهد بود ما از تمام کشتی ها با پرچم انگلستان می خواهیم که ما را از هر تردد از تنگه هرمز مطلع کنند تا ما بتوانیم در اسرع وقت بهترین حفاظت را برای آنها تأمین کنیم. هانت همچنین گفت ما اقدامات حفاظتی را تقویت می کنیم که خدمه انگلیسی کشتی هایی که پرچم کشورهای دیگر را حمل می کنند را نیز حفاظت کنیم. وزیر خارجه انگلستان در مورد طرح این کشور برای تأمین حفاظت کشتی ها در عبور از تنگه هرمز گفت وزارت حمل و نقل درجه حفاظت برای کشتیها با پرچم انگلستان را برای کشتی هایی که از تنگه هرمز و خلیج فارس عبور می به سطح سه ارتقا داده و ناوگانی تحت رهبری اروپا مأموریت حفاظت و عبور امن خدمه و محموله از این منطقه حساس را بر عهده می‌گیرند. وی در مورد هماهنگی با آمریکا افسود در 48 ساعت گذشته مذاکرات ای با تعدادی از کشورها داشته ایم و این مذاکرات با توجه به راهکارهای آمریکا در خلال هفته ادامه خواهد داشت تا به بهترین نتیجه برسد.